سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری شیویز نیز رسیده است آمده، کشورهای بسیار برای احیای این روز و عمل به اصول و مبانی آن تلاش می کنند. این ارزشها ها میارهای اساسی زندگی مسلمت ها می زند. که به وسیله آن حکومت ها می توانند شکوفایی سیاسی، رونق اقتصادی و بهبود کرامت انسانی را برای مردمان به ارمغان بیاورند. این بیانی ادامه داد تعلیم و تعلم، تامین سلامت، استقرار معیشتی، آسودگی خاطر، شنیدن نظر دیگران و موارد بیشمار دیگر که رسالت ها و ادیان آسمانی همه بر آن تاکید دارند یک جا در عدالت اجتماعی خلاصه می شوند مسلمان آزاده افزود در کمال تعصف برخی حکومت ها با زیر پا گذاشتن این اصول و ها مشغول سرکوب، قلع و تبعیز، بازداشت، حفظ منافع خصوصی و حمایت از تروریسم علیه ملت های خود و یا دیگر ملت ها هستند این بیانیه ادامه می دهد امروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه شاهد فقدان عدالت اجتماعی هستیم در حالی که این کشورها از لحاظ تعالیم اسلامی به ظاهر اشباع شده ان. تعالیمی که نه تنها برای انسانها بلکه برای حیوانات و حتی محیط زیست احترام و حدودی حقوقی را تعریف کرده است مرجع راهل آیت الله سید محمد شیرازی قدس روح در این باره میگفتند حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتار و کردار خاصی در عمل به عدل و عدالت داشتند تا همگان را مورد عدل و مساوات و امنیت قرار دهند و هیچ فرقی برای هیچ کس عرب یا عجم، برده یا نجیب زاده، ارباب یا کارگر، سیاپوست یا سفید پوست قائل نبودند و به طور مساوی با همگان رفتار می آمریکا هیچ کس قبل و یا حتی بعد از ایشان نتوانست آن را اجرا کند. سازمان جهانی مسلمان آزاده در ادامه افزود، مسئولیت برقراری عدالت اجتماعی بر عهده متولی حکومت است و او وظیفه دارد تا آن را به اجرا بگذارد نه اینکه چشم خود را بر فساد اداری، مالی و های دیگر ببندد و از قدرت در راستای تحقق اهداف خود استفاده کند و معترضان حکومت را به بدترین شکل ممکن سرکوب کند معترضانی که تنها خواهان اصلاح در اداره حکومت ها هستند مسلمان آزاده در ادامه از تمام سران کشورهای اسلامی خواست تا سیاستهای خود را در راستای مردم مداری اصلاح کنند و راهی را برای ایجاد ارتباط نزدیک با ملتهای خود به وجود آورند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شده و در حل آنها کوشا باشند در این بیانیه همچنین از کشورهای اسلامی خواسته شد زندانیان سیاسی را آزاد و ثروتهای مملکت را به طور مساوی توضیع کنند و در راستای تحسین و بهبود وضعیت معیشتی مردم گامی اساسی و مؤثر بردارند